شب شما بخیر باشه. الان این تصویری که میبینید آهان www.tv8.ir پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن. یه دفعه دیگه این بچه برم پایین میام بالا، شما میبینید یه چند لحظه دیگه پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن هست که شما میتونید مراجعه کنید. موارد مختلف در مورد برنامه های مختلف در اختیار شما قرار میگیره و از برنامه ها و لیست پخش برنامه های شبکه قرآن اطلاع حاصل میکنید. آه الان مشخص. خیلی ممنونم از کارگردان خوش سلیقه ما که به نام علی مزین هست نامشون و از آقای شریعتی هستی که لطف کردن این قاب تصویر رو گرفتن. از همه برای بچه ها تشکر میکنم. شما بیننده های عزیز اگر مراجعه کنید انشاءالله میتونید بهره مند شید از این برکات. حالا اسرا همونجا داخل پایگاه اطلاع رسانی یک صفحه ای داره. اگه نظری دارید، انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، میخواید صداتون ضبط بشه، سامانه تلفن، حالا میشه گفت سامانه پیامگیر شبکه است که تماس بگیرید. هر کدوم از برنامه‌ها یه شماره‌ای داره، اسرا هم همینطور. اون شماره رو شما لطف می‌فرمایید با انگشتتون می‌گیرید و پیغامتون ضبط میشه. حالا ان شاءالله تهیه کننده محترم برنامه در هفته آینده صدای شما رو پخش خواهند کرد. شماره گویای روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیماست که ان شاءالله بگیرید و صدای شما رو ما بشنویم. بازم عرض می‌کنم اگر شما تصویری دارید از بچه‌ها، بزرگترها، محفل قرآنی، تلاوت قاری ممتازی در شهر شما بوده، تصویر گرفتید یا فضایی که فکر می‌کنید تو برنامه میشه پخش بشه، اذانی گفته یکی از مثلا پیران پدر بزرگتون 80 سالش یه اذان خوب گفته، چه اشکالی داره؟ برای ما بفرستید. یا حافظ کوچیکی دارین، دیشب فکر می‌کنم پیامکش بود که خوندم، گفتن که یه حافظی داریم 18 ماهشه سوره توحید و کوثر رو حفظ کرده، گفتم حتما این تصویر بگیرید برام بفرستید. صندوق پستی ما 19395 خط تیره 5549، یعنی ارسال میکنید با این آدرس تهران و صندوق پستی، بنویسید برنامه اسرا و الان این تصویر بره پست الکترونیک ما بیاد که برای ما رایانامه بزنید. esra@irib.ir. خیلی ممنون و متشکرم. پس ثبت نام بفرمایید. اونهایی که دوست دارن، آها مشخص شد، اونهایی که دوست دارن ثبت نام کنن، 1401 الان در اختیار شماست. نظر، انتقاد، پیشنهاد، دیدگاه هم دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید. حافظ محترم کل قرآن و کارشناس محترم برنامه ما که افتخار داریم در امسال هم در کنارشون باشیم، جناب استاد بحرالعلوم در استودیو حضور دارن. مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خداوند رو سپاسگزارم که توفیق خدمتگزاری به قرآن و حضور در محضر حافظان قرآن به ما عطا کرده و امیدواریم که انشالله تا آخر عمر این توفیق رو داشته باشیم. خیلی خوشحالم که به هر حال هنوز هم در برنامه اسرا حضور دارم. البته از اینکه جناب استاد حاج قاسم نیستن متاسفم و امیدوارم که انشالله زودتر از سفر عمره برگردم. جاشون که خیلی خوبه. الحمدلله. بله سلامت. خیلی خوش آمدید. خیلی خب بچه‌ها اگر ارتباط تلفنی اون آماده است بریم سراغ ارتباط های تلفنی و حافظان عزیزی که با ما در ارتباط هست. سلام بر شما. سلام. حال شما چطوره؟ ممنون. خوبی؟ سر حالی؟ بله. خودتو معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن بخشنده هستم. حافظه 23 جزء از قرآن کریم. بارکم. محمد حسین چند سالته؟ من 11 سالمه. 11 سال 23 جز حفظی. بله. باریکالله. امتحانم تموم شده دیگه؟ بله. خیلی خوب. الان 10 جز اول میخوای شرکت کنی یا 10 جز دوم؟ 10 جز اول. بسیار خوب. 10 جز اول محمد حسین بخشنده 11 ساله از تهران. دوست دیگرمون سلام. سلام علیکم. شبت بخیر باشه. خوش آمدی. خیلی ممنون. دست شما. معرفی کن خودتو. رضا ظفری هستم. حافظه 21 جز از قرآن. باریکل. رضا از کجا؟ از اصفهان. خوش آمدی عزیزم. به مردمان خوب تهران و اصفهان سلام و شب بخیر عرض میکنم. آقا رضا شما هم 10 جز اول؟ بله. بسیار. محمد حسین به دوستا و بچه ها گفتی ببینن امشب برنامه رو؟ بله. کجای تهران میشینید آقا؟ منطقه 10. منطقه 10. آقا رضا شما چی؟ من منطقه 5 اصفهان. مدرسه 5 اصفهان. برای بچه ها رو گفتی برای ما ببینن رفقا دوستا هم کلاسی ها؟ بله تا حدی. تا حدی استاد. خب من به هر دو نوجوان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. خب میدونید که ما علاوه بر 10 جز اول یک سالم از سوره یاسین. اون که هست دیگه. آره. یاسین میدونن آیون میدونن دیگه. بله. آقای بخشنده آماده هستین سوره یاسین رو؟ بله. آقای ظفری چطور؟ بله بسیار. آقای ظفری. ظفری. بله. آها پس من اشتباه متوجه. آقای ظفری. خب اول از آقای بخشنده شروع کنیم. آماده هستین؟ بله.
از این آیه تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. بله بله بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يسمه إلا أن يكون دما مدفوعا أو لحم خنزير. خب يا بار دیگه آقای بخشنده، من یه قسمت متوجه نشدم، یه بار دیگه. إلا أن يكون، إلا أن يكون دما مدفوعا، نه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مدفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم. خب یه بار دیگه. فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بله ادامه بدین. وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او الحوايا او ما اختلف. نعم يا بار دیگه. حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او ما اختلط بعظم ذلك، او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. احسنتم، خیلی ممنون. آقای ظفری آماده هستین؟ بله. شما از این آیه تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وواعدنا موسی 30 لیله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في من بعدي هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. وأنا أول المؤمنين. بله خیلی متشکر. آقای بخشنده آماده هستین برای سوره یاسین؟ میخوام از شما یه سوال بپرسم. تلاوت کنید از این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أحسنتم. إن آية آخر يا ورد جبه خنيت. قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. احسنتون احسنت. خب آقای ظفری هم یک سوال بپرسم، از اینجا بخونید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وحي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أحسنتم، خیلی متشکر. خب من یه چیزایی میخونم و از شعر شما هست. خب چی خوندی؟ نه حالا شما بفرمایید. نه حالا بگید ببینیم چی خوندی. نه بفهم شما. من فکر کنم هر دو تا باید برن تمرین کنن خیلی بیشتر. نه آره 50% میخوام اینو بگم. اینایی که اگه ما اینو بگیم ممکنه مثلا چند هفته بعد دوباره میتونن وقت... بله بله خب اگر این آره هر دو تا بیشتر آره بیشتر بعد درست اگر اینطوری نیست من یه نفرشون رو تعیین کنم. نه میتونن درست آره چون حالا ما مرحله مقدماتیمون فکر کنم به چند ماهی طول میکشه ولی حالا شما اگه یه نفر رو تشخیص میدید از بین این دو تا بچه‌ها اشکال نداره. اگه نه فرصت بدیم که یه بار دیگه شرکت کنم بهتر. بسیار. محمد حسین بخشنده عزیز. بله. خیلی ممنونم. بله. محمد حسینی کوچولویی که سر صداش میومد داداش شماست، خواهر شماست. حالا تنها هم خونه. سرما خوردی؟ نه. ها. متوجه نشدم. من سوال کردم این صدای یه صدای بچه میومد. داداشته؟ نه. من تنها هم خونه. آها، این سر صدای محمد بیرون بوده. شاید مال خونه آقای ظفری بوده. خب محمد حسین جان خیلی ممنونم از شما. شب شما بخیر. شب شما بخیر. خدا. رضا؟ بله بله. این صدای بچه خونه شما بود؟ بله. کوچیکه؟ چند سالشه؟ نزدیک 1 سال، 12 ماهه. 12. خواهر یا برادر؟ خواهر. خواهره. خدا ان شاءالله حفظش کنه. ممنونم از شما برادرم. خیلی ممنون. شب شما بخیر. خیلی ممنون. خدا. ان شاءالله بعد کار کنید. ممنون و متشکرم. تشکر از همه برای بچه‌هایی که تماس میگیرن. اینجوری هم میشه دیگه، یه موقع بله. از دوتاشون هم بعد دارن خود بیشتر تمرین کنن. بله. این امکان هست که بچه‌ها وقتی شرکت میکنن مثلا این چند ماه بعد با بچه‌های ما تماس بگیرن. حالا دوستان گفتن دیشب محمد جوادار اعلام کردید، ما باید چیکار کنیم؟ هیچ کاری نکنید، فقط اسامی رو بدونید، بچه‌ها با شما تماس میگیرند و ان شاءالله ترتیب اهدای جواز به شما داده خواهد شد. بریم سراغ دو شرکت کننده بعدیمون اگر ارتباطمون باشون برقرار هست. داریم ارتباط رو داریم. خیلی خب یه بخشی ببینید در خدمت شما هستیم. شب شما بخیر. بیننده های عزیز ارجمند یک دو شب می‌پرسن تبلتت کو آقای مرتضوی؟ بارون میاد یه خورده کوچیک‌تر شده اینجا جلو. عرض کنم خدمت شما که استاد شما یه جوابی بد میدید، استاد سوال میکنه جواب آزمون کی میاد؟ همین سوالا این مالکه آره این مال آزمونای اعطای مدرکه که روز 19 اردیبهشت ماه جمعه 19 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار. خیلی هم خوب برگزار شد. گزارشی که من حالا داشتم نشون دهنده این بود که آزمون خیلی خوب بود. حافظام الحمدلله شاداب با یه درصدی روشن، یعنی از 5 جز 10 جز 20 جز و کل بود. اینا اون کل هم مثلا یه چند بخش داره دیگه مثلا. بله البته کل اونایی که حافظ کل هستن همگی میان ثبت نام میکنن شرکت میکنن، بعد بر اساس نمراتشون مشخص میشه که آیا مجاز هستن به مراحل بالاتر راه پیدا کنن یا نه. اگر رفتن بالاتر که اون وقت آزمونای دیگه هم از خدمتشون میگیرن. سخت میشه. بله یه انسانی... فقط کتبی بود آقا ببخشید من این واسه صحبت شما فقط کتبی بود شما دیگه مجازین نه فقط کتبی بود. بله کتبی بود از هر جز 5 سال 4 تا مفاهیم و یه دونه سال حفظی.
وقت بعد اینا قبول بشن بعد بیان امتحان شفاهی هم بله بیارن. اگر 70% نمره رو حداقل بیارن جوابای آزمونم، حالا البته چون این بخش یک سال حدودا که زیر نظر من نیست مستقیما دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم که حد اکثر تا اواخر خرداد ماه انشالله مشخص میشه. انشالله مشخص میشه. بعد آزمون شفاهیشون هم بعد از ماه مبارک هست. بعد از ماه انشالله. بسیار خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که شما اگه شرکت کرده باشید موفق شده باشید دیگه. 70% رو باید بله. حتی خود کتبی امتحان دادنم یه فضای استرابی پیدا میشه برای بچه ها دیگه. بله ولی خب به هر حال دیگه عادت دارن افراد جامعه ما به آزمون های اینجوری کنکور مانند، و حالا تماسایی که داشتیم اکثرا هم نظرشون این نبود که، یعنی کسی نگفت زیاد که آزمون سخت بوده، یکی دو نفر چرا، ولی آزمون متعادل بود. آزمون باید باشه که جوری باید باشه بانه. که مشخص بشه کیا خوبن دیگه. حالا میتونن اعلام کنن الان از طریق پیامک. آره حفاظ عزیز بگم اونایی که امتحان دادن دشوار بوده نبوده آسون بوده، حالا کسی خونده باشه براش آسونه دیگه. بعد اون وقت اینا بعد از این دوره ها اون مدارک بهشون اعطا میشه. بله. دیگه یه مقدار طول میکشه که اون مراحل بعدی هم برای اونایی که منتخب شدن بگذره، تقریبا تو نیمه دوم سال اواخر سال این مدارک. آخه این مدارک هم که قابل اعتبار دیگه برای بله. دولتی و معتبرترین به اصطلاح مدرک قرآنی کشور هست و در حوزه حفظ هست. حالا کسی که شفاهی هم داد و قبول شد، چون صدور مدرک ممکن چند ماه طول بکشه، اگر نیازی داشته باشن ما گواهینامه موقت در اختیارشون می‌ذاریم تا معادل حساب بشه این مدارک دیگه. استاد درسته. برای کسانی که کارمند دولت باشن یا بخوان کارمند دولت بشن، مدارک پنجگانه یعنی استاد حفظ معادل دکترا، حافظ ممتاز معادل فوق لیسانس، حافظ کل معمولی در واقع معادل لیسانس، حافظ 20 جز فوق دیپلم و 10 جز معادل دیپلم محسوب میشه. خیلی خوب. خیلی ممنون که از اون استاد حفظات کم داریم. میگم 8 نفرن. البته این یه ریزکاری هم داره این قانونی که الان گفتم، یه بخشنامه مفصلی داره که حالا دیگه جاش اینجا نیست. خیلی خوبه. حالا بعضی از حفاظ می‌خواستم بدونم. خیلی خوب. خدا شکر. سلام به شما دوست عزیزم. سلام. خوبی؟ بله. سرحال؟ سرحال. ابراق؟ بله. خدا رو شکر. معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین زبرجد هستم از رامسر. حسین زبرجر از رامسر، استان مازندران. رامسر زبرجر. زبرجر. جر. یه حسین زبرجر اسم جاییه، یه مکانیه؟ چی زبرجر؟ نام سنگیه. چی؟ نام سنگیه. آه زبرجد؟ بله. آها فکر کنم جر میگی چون اینجا بچه‌ام جر نوشتن. زبرجد. آها خب الان متوجه شدم. حسین چند سالته؟ 14 سال. 14 سال. آب و هوای رامسر الان بارونیه؟ بله. به 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 چه جای خوبی هم زندگی میکنه. باریکلا. خیلی حسین جان حافظ چقدر از قرآن هستی؟ 25 جز. باریکلا 25 جز. 10 جز اول شرکت میکنی؟ بله. از اون موقعی که بچه‌ها بهت خبر دادن اطلاع رسانی کردی بچه‌های دیگه هم ببینن؟ بله. الان فامیل فقط؟ نه بچه های مدرسه هم گفتی باری کلا. خیلی خب بریم سراغ دوست دیگرم. 10 جز اول حسین؟ بله. دوست دیگرمون سلام. سلام علیکم. خوبی؟ خوبم ممنون. خدا رو شکر. معرفی کن خودتو. بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد جوادی هستم، 14 ساله از شهر مقدس مشهد. سید محمد جوادی 14 ساله از مشهد. 2 تا 14 ساله. آقا سید. بله. چقدر از قرآن حفظی؟ من 23 جز. 23 جز. الان 10 جز اول شرکت میکنی؟ بله استاد. خب من خدمت هر دو نوجوان، نوجوان قرآنی سلام عرض میکنم و شب بخیر. انشالله که رقابت خوبی رو داشته باشی استاد. آمار داریم مثلا چقدر حافظه 20 جز داریم ثبت شده؟ مثلا چقدر حافظه کل داریم؟ اونایی که در آزمون های ما ثبت نام کردن بله. البته من الان حفظ نیستم ولی داریم آمار، ولی ممکنه یه حفاظ هم باشن که حالا به هر دلیلی شرکت نکرده باشن. متاسفانه آمار جامعی در کشور موجود نیست. ولی معتبرترین و به اصطلاح مستندترین آمار همینیه که در درخان اطلاع مدرک ممکن نصفیه، شاید کمتر هم نیست. ما بیان شرکت باید تمالا. حالا میگم چون دقیق نیست نمیشه گفت ولی ما حد میزنیم که حدودا آمار شما چقدر الان حافظ کن؟ حدود 35,000 نفر کلن تو این 9 سال در آزمون ها شرکت کردن بدون تکرار؟ نه تکرار هم داره. تکرار بدون تکرارش ما نداریم حالا. بسیار خیلی ممنون. بالاخره هرچی هست تعداد حافظه خیلی کمه، کمتر از 10 میلیونه. ما قرار 10 میلیون حافظ داشته باشیم. خیلی کمتر از 10. ما الان خیلی آقام فرمودن در یه صحبتی که حرکت‌های خوبی شده اما تا نقطه مطلوب فاصله زیاد. یعنی کل و 20 جز و 10 جز که مکتوبن خیلی مونده. خیلی مونده تا 10 میلیون. خیلی خوب.
بفرمایید حسین خب. آقای زبرجد و آقای سید محمد جان. آقای زبرجد آماده هستین؟ بله. خیلی. اول از شما یه سوال بپرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و له ما سکن فی اللیل و النهار. بفهمید چه سوره ایه؟ سوره مبارکه انعام جزء هفتم صفحه 129. برکلا. بفهمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. احسنتم. خب آقای جوادی آماده هستین؟ بله. شما از این آیه تلاوت کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان يدعون من دونه الا اناثا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يدعون من دونه إلا إناثا. خب وإن يدعون إلا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. یه بار دیگه همین آیه رو بخونید. دو تا اعرابو به نظرم بعد اصلاح کنید. یه بار دیگه ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أحسن. الان درست شد. ادامه بدید. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أحسنتم. خیلی متشکر. خب آقای زبرجد برای سوره یاسین آماده هستین؟ خب از این آیه تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. آقای زبرجد بله شنیدین؟ بله. تلاوت کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين آقای زبرجد این آیه قیل ادخل الجنه یه بار دیگه بخونید قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون قال یا لیت لیت نیست قومی یعلمون آقای جوادی آمده این؟ شما از اینجا بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم أحسنتم في المتشكل إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم خب آقای جوادی گفتم کافیه دیگه الان اینجایی که اضافه خوندین اشتباه خوندین انا نحنو چی؟ نکتبو ما قدم و آثارهم انا نحنو نحی الموتا و نکتبو خب دست شما در نه خیلی من خیلی ممنون مشخص شده بله آقای زبرجد بهتر بودن چرا خوب میخوندین آره زیبا من آقای یاسد محمد بله خیلی ممنونم از شما خواهش میکنم ماشاءالله ماشاءالله آقا زیارت رفتی یادمان باشی ها حتما دعاگوی شما هست ممنونم ازت ببخشید من میخواستم بگو از چند نفر تشکر کنم بگو فضا چند بگو من میخواستم از زحمات پدر مادرم که برای من کشیدن تشکر کنم و همچنین از زحمات دلسوزان خواهر و برادرم و همچنین از پسرخاله پدرم که امشب مزاحم اونا شدیم و آه رفتی خونه پسرخاله بابا چرا دیگه خونه خودمون تلفن ثابت نداشت بعد اومدیم خونه پسرخاله پدرم آقا سلام خدمتشون برسونید شامو خوردین الان یا نه گوشتی بعد از تلاوت گذاشتیم بعد از تلاوت آها مفصل دیگه برای حافظ قرآن تدارک دیدن دیگه آره انشالله آه نمیدونی خودت هم نه انشالله موفق باشی سلامت باشی شما و همه خانواده عزیزت شبت بخیر شبت خدا ممنون حسین آقای حسین آقا حسین آقای زبرجد رفت قد شده زن. آره واسیم بپرسیم تازه کجای رامسر بپرسیدم بگید کجای رامسر حسین خب چقدرم قشنگ خون زیبا شیک میخونه چقدر تاثیر میذاره بله خیلی تاثیر وسط داریم دوره هایی که ترتیل خوب بخونن یا اصلا نداریم یعنی ویژه راجع به بچهایی که حفظ میکنن حالا اتفاقا خوب شد گفتین ما امسال از پارسال این بحث استعدادهای درخشان قرائت رو داشتیم امسال قبلا هم قول داده بودیم که حفاظ بیان بعد حفاظ یکی از برنامه‌ای که براشون تو دوره‌ها آماده بحث ترتیل خانیه که انشالله در این زمین هم روش کنن البته الان حفاظ ما نسبت به اون نسل ما که نسل دیگه قدیم هستیم نسل طلایی حفاظ
نه شاید ما نقره‌ای بودیم. نه واقعا زمان شما الان... همه تعطیلی که داریم همه مال اون موقع است ماشاءالله. الان هم بچه ها خوب روش کردن، تلاوت‌های زیبایی دارن، بیشتر با لحن و صوت امروز بله. آشنان بچه ها. یه دلیلش اینه که تو مسابقات ما ازشون بیشتر خواستیم اینا رو. یه دلیلش هم که خب به طور طبیعی به مرور زمان روش میکنن. الان هم حفاظ خوبی داریم در حفظشون و هم در تلاوتشون، الحمدلله. از این به بعد هم انشالله بهتر. من اینجا شنیدم اینا دارن یه برمیزی میکنن. جالب، حالا با شما مطرح کنیم، بالاخره کارشناس این فن هستی خوش. که این نرم افزاری و یه دکترای مثلا حافظه و مغز آوردن که روی نیمکره چپ بچه‌ها کار کنن، اینا 6 ماه حفظ کنن. اینا خوبه، یعنی نمیدونم حالا شما بالاخره کارشناسید، ارتباط مستقیم هم دارید؟ چون من شنیدم بله نه میخوام دیدیم، یعنی با همین دوستی که این کارو میکنه جلسه از نزدیک داشتیم، با شاگردانشون هم صحبت کردم. من البته خودم در کلاسشون حضور نداشتم، بحث مفصلی داره که من از این بابت میترسم مطرح کنم که خود ایشون نیستن. بد نیست که برنامه خودش نفر صحبت نمی‌کنه. این اتفاق اتفاق خوبی هست. من در مجموع ببینید آقای چون یه سالش هم روش حرف دارم. ببینید ما اصلا دنبال این نیستیم که حافظ ما قرآن رو زود حفظ کنیم که بعد چی بشه. چه اتفاقی ما اصلا می‌خوایم ببینید، نه اینکه تسریع در کار تعلیم کار بدی باشه، اون کار خوبیه، کار علمی هم شاید باشه، من این تخصص تو این زمینه ندارم، ولی در این زمینه که ما در واقع بیایم مثلا تو 3 ماه، این 6 ماه نگفتم، گفتم 3 ماه، تو 3 ماه مثلا کار حفظ و سریع انجام بدیم و بفرستیم تو مغز بچه‌ها اینا، ما اصلا دنبال حرفا نیستیم. ما دنبال این هستیم که بچه‌های ما، نوجوانای ما، بزرگترای ما اصلا هر روز قرآن بخونن، انقدر بخونن تا حفظ بشن. ببینید همین سوره یاسین پدر بزرگای من و شما و همشون اونایی که نیستن خدا رحمت کنه، اونایی که اصلا خدا حفظ کنه، نمیخواستن سوره یاسین رو حفظ کنن. اینا سوره یاسین رو هر شب جمعه انقدر خوندن تا حفظ شدن، و این اصیل ترین نوع حفظه. این باثبات ترین، اصیل ترین، زیبا ترین و شیرین ترین نوع حفظه، تا اینکه ما یه سوره رو بزنیم جلومون هی خلاصه به زور بخوام حفظ کنیم، یا 3 ماه و 6 ماه. اینا یه مقدار من توی زمینه ها به نظرم باید بیشتر دارم. خب بیشتر. خب یادم میاد که آقای ابوالقاسمی کارشناس برنامه تو سریای گذشته میگفت یه روز من یه حافظ کشف کردم، بودم چطور؟ گفت یه برنامه بود و موجی داشت صحبت میکرد، بعد به حافظ داشت میخوند، یه مرد مثلا 60-70 سالی که من اشتباه میگفت آقا کاری نداری اینه که داره میخونه، این نگاهش کردم گفتم با حافظ کن منم بلدم، بودم جدی شما بلدی؟ خلاصه میگفت رفت بالا و صدا کرد آقا ایشون یه همچین کسی، رفت بالا جواب داد، بعد موجی ازش پرسید که شما چجوری؟ گفت اصلا من حفظ نکردم، من هر روز یه جز قرآن 40 ساله دارم میخونم. احسان قرآن شما از هر جاش میپرسیدی میتونست بگه، یعنی مروره باعث این اتفاق، یعنی حفظ قرآن بر اساس خواندن، تکرار در خواندن. اون وقت بعد از اینم که حفظ میشن اینا، بازم خوندن رو رها نمیکنن. ما یکی از مشکلاتی میونه که بعضی از حافظای ما بعد از حفظشون کمتر علاقه به خوندن قرآن دارن تا قبل از حفظ، و این یه آفت ها. حالا این بحث کارشناسی داره، ما تو دوره تربیت معلم برای معلم ها در این زمینه ها صحبت میکنیم. بعضی از روش های ما به خصوص حفظ های فشرده منجر میشه به کاهش تشنگی بچه ها برای خواندن قرآن، و این خوب نیست. زدگی هم شاید بعضی ما اون دیگه خیلی بد اگر باشه، خیلی آفته. خیلی ممنون، متشکرم. ولی اینکه ترتیل باشون کار میکنید خودش یه مدل دیگه، الان کشورهای دیگه به ویژه دارن مثلا رو ترتیل های ویژه کار میکنن. من دیدم تو مسابقات یه ترتیل نمونه هم انتخاب میکنن، جدا از اینکه حافظ نمونه انتخاب میکنن، بهترین ترتیل مسابقات رو هم انتخاب میکنن که این سه نفر بعد اول مسابقات هم میان اصلا با ترتیل این سه نفر آغاز میشه، میگن مثلا آقای فلانی اول شده. حالا تو مسابقات جمهوری اسلامی ایران هم یه همچین ایده هایی هست، البته بعد پخته تر بشه و ان شاء الله در آینده ما شاهد این باشیم که در رشته‌های مختلف حفاظ سنجیده بشن. اون وقت اینجوری اجازه بروز استعدادها در مثلا یکی تو حفظ خیلی شاید پیش یک اول تا سوم نشه، ولی تو ترتیلش ممکنه حافظه بسیار خوبی باشه در ترتیل بسیار خانه. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما بیننده‌های عزیز، بیننده فرستادن که من خیلی خوشبختم چون دو تا تلویزیون داریم، پدر مادرم واسه سریال می‌بینم، منم میتونم اصرار ببینم، اینم باعث افتخار ماست. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید. بخش کوتاهی ببینید، 24 دقیقه و 46 ثانیه است. انشاءالله فکر می‌کنم دو حافظ دیگه هستند که باید بیان و با هم رقابت قرآنی داشته باشن.
خب الان شما بچه ها حفظ کردین سوره یاسینو تقریبا تو استدیو آقای زندی شما حفظ کردین؟ بچه ها ما یه قولی دادیم استاد برلون به بچه ها گفتیم که ما بین تصویر بردارا و عوامل اسرا که حالا تقریبا ثابت هستن، حالا بعضی ها نفرات در طول شب ها عوض میشن، که ما برنامه اسرای تست سوره مبارکه یاسین برای بچه هم بذاره، جایزه هم براش گذاشتیم، نفر اول دوم سوم هم انشالله هست. اگه یه فضایی بذاریم آره استاد جواد قاسم هم بیان دیگه، شاید یه شب چهارشنبه تو یک دار، چون گفتم آخر اردیبهشت قرار بود تست بگیره، حالا انشالله هفته بعد استاد تشبیه بیارن و سعی میکنیم یه تصویری هم ازش بگیریم، یعنی حالا این تست دادن رو برای بچه خوب مقلش بعضی هم حفظن اینجا، ببینیم جایزه رو کی میبره. حالا من میخوام پیشنهاد کنم بینندگانی که احتمالاً حافظم نیستن اینو حفظ، حالا امشب یا فردا یه بار این سوره رو از رو بخونن، فقط با اینکه برای اینکه با این کاروانی که قرار هست ندای پیامبر اسلام رو لبیک بگه همراهی کنن، یه توی صف وایسن. یه خورده من نمیدونم، والا تهیه کننده محترم برنامه مطمئناً لطف دارن به ما. می‌خواستم بگم مثلا کلاً یه موج حفظ سوره یاسین بذاریم. بله خوبه. که حالا بچه‌ای که حفظ کردن پیامک بدن، یه زمانی یه تاریخی، حالا شهرستانا دیدم یه خورده، حالا ما هنوز شهرستان رفتن خودمون هنوز خیلی مهیا نشده. ولی اگر بشه یه بابی رو باز کنیم ان شاء الله سوره مبارکه یاسین رو همه بیننده‌های عزیز حفظ کنن. و حالا شاید یه شبایی هم برای بچه‌ای که یاسین حفظن بیان روی خط ارتباط باشه. بریم سراغ دو شرکت کننده دیگرمون. سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. الو سلام بر شما. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ زنده باشین، ممنون. خدا رو شکر. معرفی کنید آقا خودتون رو. بنده محمد حسن واعظی هستم، 22 ساله از استان بوشهر، شهر برازجان. آقا خیلی خوش اومدین. زنده باشین، خدمت استادم عرض سلام دارم. سلام علیکم. محمد حسین؟ محمد حسن. محمد حسن. بله. 22 ساله چه می‌کنی در استان بوشهر؟ الان باجزن حوزه علمی هستیم. ان شاء الله تو همون برازجان؟ بله. بسیار خوب. ان شاء الله موفق. چقدر حفظی محمد حسن جان؟ جان؟ چقدر حفظی؟ حافظ کل. باریکالله. ان شاء الله موفق. 10 جزءه؟ اول. 10 جزء اول. دوست دیگرمون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. خوبید الحمدلله. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر باشه. خدمت شما و استاد محترمم سلام و خسته نباشید میگم. متشکرم. بنده محمود بابایی هستم از شهرستان ملایر، در رشته حفظ 10 جزء. 10 جزء اول. چقدر حفظید آقای بابایی؟ من کل قرآن به حمد الله. ماشاءالله. چند سالتونه؟ 29 سال. آها گفتم الان 39 سال 40 سال میگی؟ نه چون یه مقدار سرما خوردیم بعد این صدا التهاب داره، به این خاطر است که آروم داری صحبت می‌کنی. بله بله. خیلی خوب. چی کار می‌کنی آقا ملایر؟ فرهنگی هستم عزتون. معلمید یعنی؟ بله. چی درس میدی؟ امسال تدریس ندادیم. آها معاون مدرسه هستم. معاون مدرسه بودین. چقدر خوبه یه معاون حافظ کل. وقت بچه‌ای که حفظن رو تحویل می‌گیری دیگه حسابیاره؟ 100 درصد بله همینطوره. خب کلاس هم داری تو مدرسه؟ تو مدرسه که در ساعت در واقع مدرسه نه، ولی خب گاهن تو زنگ‌های تفریح من بچه‌ها رو تشویق می‌کنم یه سوره از جزئیات حفظ می‌کنن و میان تحویلای من میدن تو زنگ تفریح. الان مدرسه رو گفتی ببینن امشب بچه‌ها دیگه؟ والا نگفتی؟ فراموش کردم. بفرمایید. چرا فراموش کردی؟ الان میدیدن بچه‌ها معلمشون انقدر ناظمشون انقدر خوب قرآن می‌خونه کیف می‌کردن آقا. حتی اونا که میدونن شما خوب می‌خونی. خیلی خوب. شما 10 جزء اول؟ بله. محمد حسن هم 10 جزء اول. خواهش می‌کنم. من به هر دو برادر بزرگوار سلام عرض می‌کنم. انشالله که رقابت خوبی رو پیش رو داشته باشم. خب آقای واعظی آماده هستین؟ بله بفرمایید. تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. صفحه 45. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما
أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. احسنتم، بسیار زیبا و خوب. آقای بابایی آماده هستین؟ بله. تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أحسنتم، خیلی متشکر. شما هم کامل و بسیار خوب تلاوت کردین. آقای واعظی، سوره یاسین رو میخوام از شما بپرسم. تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آیه لهم اللیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أحسنتم، خیلی متشکر. جناب آقای بابایی آماده هستین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من نعمره ننکسه فی الخلق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون احسنتم بسیار عالی تلافی شد دیگه ما توی یه گروه نداشتیم اینجا دو نفر رو میتونیم انتخاب خیلی خوب آقا مبارکتون باشه هر دو دوست عزیزمون راه پیدا کردید مرحله بعدی آقای بابایی عزیز خیلی ممنونم از شما خواهش میکنم من میتونم صحبت کوچیکی آره عزیز بفرمایید اولا تشکر میکنم از این برنامه بسیار ارزشمند و خوب و تاثیرگذار و پیشنهادایی هم دارم یکی این که انشاءالله این برنامه اگر در شبکه‌های مختلف سیما تبلیغ بشه و اطلاع رسانی بشه میتونه مخاطبای بیشتری رو جذب کنه و مطلب دومی که در مورد حفظ آثار و فواید حفظ و برکات حفظ به طور زیرنویس اگر در شبکه خود قرآن شبکه قرآن زیرنویس بشه هر از چنگاهی بینندگانی که چشمشون بخوره به همین در واقع آثار و برکات حفظ با توجه به روایت ما میتونن جذب بشن انشاءالله به بحث قرآن خواهش میکنم و یک نکته دیگه این که تفسیر هم در واقع اگر تو این برنامه گنجونده بشه تفسیرهای قطره‌ای که در واقع شرکت کنندگان زنگ بزنن و قطره‌ای تفسیر قرآن رو بگن فکر می‌کنم خیلی موثر باشه. خیلی ممنونم لطف شما از پیشنهادهای خوبه. شبت بخیر باشه. همچنین زنده باشید. خدا نگهدار. موفق باشید. آقای محمد حسن عزیز. جانم. آقا خوب می‌خونی ماشاءالله ها. محبت داری شما. نه ماشاءالله پر انرژی خوب حالا استاد نظر کاشان. نه بوشهری ها که کلا صدای زیبایی دارن. من یاد آقای دیانت افتادم استاد دیانت. خدا ایشالله حفظشون کنه. و دوستای دیگه اونجا الحمدلله بوشهر استان قرآنیه. آره ماشاءالله. آقای محمد حسن عزیز خیلی ممنونم ازت. زنده باشین محبت دارین. شبت بخیر. ممنون خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خیلی ممنون و متشکرم آقا گفتن که خیلی امتحان شیرینی بود امتحان حفظ شیرین یعنی شیرین بود یعنی خوب بوده دیگه خب الحمدلله خیلی ممنون گفتن که آقا عضو باشگاه مخاطبانتون خانوما نمیتونن بشن چرا گفتم مثلا کوچیک بزرگ خانم آقا نداره خیلی ممنون خواهش می‌کنم باعث خوشحالی بود که در خدمت شما بودیم خیلی ممنون ان شاء الله موفق باشید از همه شما بیننده‌های عزیز هم تشکر می‌کنم همینطور همکاران عزیز و ارجمندم ان شاء الله آخر هفته خوبی رو داشته باشید به امید دیدار که الان پایینی رو زمزمه میکنم کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو اللهم عجل لولیک الفرج شبتون آروم باشه در پناه حضرت خداحافظ هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين يا من الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين